اینجا مثلا چونی بودن، ولی خب دو نفرشون با هم دارن زندگی میکنن، یعنی باید این دوتا جوان رو اعدام میکردن؟ یعنی توی آمریکا وجود نداره دوتا چونی با هم زندگی کنن؟ بفهمید خوش اجازه ده یه لحظه بیا بگو. سلام علیکم. سلام علیکم، احوال شما؟ من فقط میخواستم بگم که آخه مادرم گفتش که این مریضی چونی بودن. به نظر من مریضی نیست، یعنی مریضی روح نیست. چی مریضی چی؟ مادرم گفتش که انسانی که چونیه مریضی داره، اما به نظر من مریضی روحی. آقای داوری فرق همجنس باز با همجنس کیا؟ نه نه نه، من خانم رفتم، نه 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 راست میگه مریضه. بذار واسه بگم چرا من رفتم مطالعه کردم، از چند تا دیگه پرسیدم، حتی در این خارج یه جایی هست به نام پروستات ماساژ. اینایی که کونی هستن یواش یواش اون پروستاتشون حساسیت پیدا میکنه، وقتی این عملو باهاشون انجام نمیده کسی، اون پروستاده نمیدونم شروع میکنه به قول خودمون بود بود کردن. به همین جهت اون لازم داره که این کارو بکنه. به همین جهت در خارج، من نمیدونستم، یکی از دوستان گفت در خارج، در آمریکا، در کانادا یه جایی هست به نام ماساژ، پروستات ماساژ، که یارو یه زنه چیز مردا رو، همون چیزای مردا رو استفاده میکنن، ترتیب یارو رو میده، اینطوری پروستات مرد رو ماساژ میدن با آلت مصنوعی مرد، پروستاتشون چیز میشه، مریض نمیدونم چی میشه که احتیاج داره اینو مرتب یه ماساژ داده بشه. به همین جهت این عمل تقریبا حالت اون ماساژ پروستات طرفه. اینه داستان. من نمیخواستم بگم، ولی خب حالا چون شما دیگه خب خودت هم بچه اروپایی و این مسائل رو برای مردم راحت گفت که بدونن که اینا که چیز هستن، به این صورت میشه عادت میکنن که اون پروستاتشون حساسیت پیدا میکنه. مردا رو میگم. خیلی هم سریع به سرطان پروستات میگیرن. بله بله. آقای داور، بعد چون به این آخوندها تجاوز شده، اینا بیمارای روحی روانی هم باید تحت نظر سایکوتراپ قرار بگیرن؟ آره، اون انشاءالله یه چیزی هست، ما الان داریم به زیرکارشون میگیم که این شاسی زیرشون ترانسمیشنشون اینا چیز میشه، حساس میشه، و اینا حتما باید یه ماساژ ببینه تا اینکه آروم بشه. نه، تو اروپا هر کس مورد تجاوز جنسی قرار میگیره، چه مرد چه زن، به عنوان بیمار تحت نظر سایکوتراپ قرار میگیره. آقای داور، آقا جان، تجاوز جنسی با اینکه یارو بره کون بده فرق میکنه قربونت، خودش خودش میده هرگیره که از عقب ترتیبشون میدن اینا، که اون تجاوز نیست، که یارو خودش با رضایت داره میده، نمیشه بهش گفت تجاوز. بهش تجاوز شده، کونی شده اولش، ولی الان دارن میگن الان. ببین، بعد از اینکه یارو شده، به استمرارش احتیاج داره، که درست میگه، درست میگه. خب آخه در فارسی آقای داور اسمش هستش، به گیه ها گفته میشه ابنه. آقا اصلا ما صحبت گیه ها رو، من میدونم ایشون گیه ها رو میگه، من نمیخوام زیاد راجع به گیه ها صحبت کنم، ایشون درست میگه. آه بله، میفهمم شما چی میگه عزیزم، من پشت کوچه نمیدونم که، ولی من داستان ما داستان گیه ها نیست، که داستان آخونده هست. آخونده هم در اثر تجاوزهای مکرر پروستاتشون صدمه میبینه و این لازم دارن این پروستات رو ماساژ بدن تا سر جای اولش برسه. این داستان اول جسمی بعد روحی میشه. آقای داور، توی فرهنگ لغتنامه دهخدا نوشته شده که، معذرت میخوام، بچه کونی یعنی نوجوان یا خردسالی که بسیار مورد تجاوز قرار گرفته باشه. این گی داستانش اینه، این کونی هم اینه، این مسئلهش با هم اصلا اینا دو تا مسئله متفاوتن. نه اینا شدن، اینا دراکولا های مملکت ما اینا هستن. گیا به ما چیکار دارن؟ گیا حد و اندازه خودشون رو میدونن، کار خودشون هم دارن میکنن. گی به کسی تجاوز نمیکنه آقای داور. بله، کاملا درسته، آفرین. اینا هستن، این مسئله، این داست... و من اتفاقا این داستان اول فکر میکردیم که مثلا یکی میگفت کرمه، یکی میگفت فلانه، یکی میگفت، ولی بالاخره
البته اونا ممکنه باشه، چون خدا رو شکر ما کونی نبودیم و نمیدونیم چی به چیه، ولی اون مسئله پروستات هم که در خارج حتی اسپاهایی هستش، محلهایی هستش که اصلا این کار رو برای مردها انجام میدن، یارو میره پول میده، یارو براش این کار انجام میده. حالا آقای داور، من یه چیز وحشتناکم شنیدم از این فیلم، چون در ایران آموزش جنسی توسط مدارس و این والدین انجام نمیشه که، توسط فیلمای پورنوی مزخرفه. بعد اونجا الان من شنیدم جدیداً در ایران بعضی از زن و شوهرها تقاضا میکنن که زنها بهشون انگوش برسونن یا با توی، به خاطر این که همین چیزشون تو فیلم ها نشون میدن، پروستاتشون تحریک میکنن، ماساژ تقلید میکنن، یا سریشون هم به این صورت توسط خودشون و همسرانشون دارن کنی. بله بله، من فکر میکنم اینشالله در ایران آینده ما حتما، یعنی اگر ملت ایران یعنی باید چند تا از این اسپاهایی بزنه که پروستات ملت رو ماساژ بدن که اینا به طرف کنیگری نرن، به یه پولی بدن، یه کسی هم بالاخره یه ساعت دو ساعت چارجشون میکنه و چیزه پروستاتشون رو ماساژ میده. نه این تو خارج هم هست، تو کانادا، تو آمریکا رو ندیدم. بله هست، نوشته ماساژ، پروستات ماساژ، و کار مردم رو راه بندازید داداش، اینطوری که نمیشه که، ولی بهتره که از راه غیر طبیعی راه بیفته تا بقیه نسل اینجور چیزا تموم بشه بره. کار کنیگری از ایران رخت ببنده.